به گزارش روز امشب خوش اومدین. با من سیما قیاسی. برنامه‌ای که از شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 به وقت تهران به مهمترین خبر روز می‌پردازه. بنابر گزارش رسانه‌های داخلی ایران، محمد شریعت مداری مدیر عامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس میشه. بنگاه اقتصادی که سال گذشته 15 میلیارد درآمد داشت، آمریکا اون رو به دلیل تأمین مالی سپاه پاسداران تحریم کرد. با توجه به سوابق شریعت مداری در پرونده‌های فساد، این انتصاب احتمالی با مخالفت‌های گسترده روبرو شده. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد. کلید بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور در دست پدرخوانده راندخاران اصلاح طلب. خبرها درباره انتصاب کلیددار پیشین قلک‌های خامنه‌ای به مدیریت شرکت تامین کننده درآمد 20% ارز کشور به رغم مخالفت‌ها در وزارت نفت، خود متهم پرونده فساد در واردات خودرو، داماد و خواهرزاده محکومان پرونده فساد در بانک سرمایه، چرا پزشکیان گوش را تحویل گربه می‌دهد؟ پس پزشکیان در چارچوب ساختارهای قانونی جمهوری اسلامی ایران با همین قواره موجود، با همین قانون اساسی میخواد اصلاحاتی رو اعمال کند که نتیجه اون عدالت اجتماعی باشه. چهار ماه بعد از آغاز به کار دولت پزشکیان، رسانه‌های داخل ایران خبر دادند مدیریت یکی از بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی ایران به محمد شریعت مداری سپرده می‌شود. انتصاب جنجالی که باعث شد اکبر علمی، نماینده پیشین مجلس که در انتخابات از پزشکیان حمایت کرده بود، با اشاره به پرونده‌های فساد شریعت مداری فریاد واسفا سر بدهد. شریعت مداری قرار است مدیر عامل هلدینگی شود که ارزشش در بازار 1112 هزار میلیارد تومان است و درآمد ارزیش در سال گذشته بیش از 15 میلیارد دلار بود. در واقع بیش از 20% ارزآوری کشور بر عهده این هلدینگ است. عمده سهام هلدینگ خصولتی خلیج فارس در اختیار وزارتخانه‌های نفت و رفاه است که از طریق صنایع پتروشیمی و شستا این بنگاه بزرگ اقتصادی را اداره می‌کنند. هلدینگ خلیج فارس مالک بیش از 50 شرکت اقماری است. آمریکا پیشتر پتروشیمی خلیج فارس را به اتهام تامین مالی سپاه پاسداران تحریم کرده بود. مدیریت این شرکت در 3 سال گذشته بر عهده عبدالعلی علی عسکری بود، رئیس پیشین سازمان سلاح و سیما و از نزدیکان خامنه‌ای. حالا قرار است محمد شریعت مداری کلید این مجموعه را تحویل بگیرد. اما او کیست و چرا خبر انتصاب قریب الوقوع او جنجالی شد؟ شریعت مداری سیاست مداری 64 ساله از چهره‌های نزدیک به علی خامنه‌ای است. او 5 سال معاون نظارت و حسابرسی دفتر خامنه‌ای بوده و 3 سال رئیس ستاد اجرایی فرمان امام. او سابقه انقلابی چندانی نداشت، اما با واسطه مهدوی کنی وارد معاونت امور انقلاب دولت رجایی شد و به پست معاونت اداری مالی اطلاعات نخست وزیری رسید. او بعداً در نقش معاون مالی در دوره محمد محمدی رئیس شهری به وزارت اطلاعات رفت. با پیروزی خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری سال 76، شریعت مداری وزیر بازرگانی شد. با پیروزی روحانی در سال 92، شریعت مداری 4 سال معاون اجرایی دولت شد و در دولت دوم روحانی به وزارت سمت رسید. او در عرض 1 سال درگیر 2 پرونده فساد شد، یکی اختصاص ارز دولتی برای واردات به شرکت‌های خاص و دیگری فساد در واردات هزاران خودروی لوکس با دور زدن قانون. با افشای این فساد دوم، گروه مشاوران او با ارتباطاتشان روزنامه‌نگاران افشاگر را اخراج کردند. روزنامه همدلی در سال 98 شریعت مداری را اجدهای هفت‌سری خواند که خبرنگاران را می‌بلعد. اقتصادی برای ثبت سفارش چه اتفاقی افتاد؟ شریعت مداری بعد از افشای این فسادها در یک مصاحبه سفارشی وانمود کرد قرار است به ابهامات پاسخ دهد، اما مصاحبه کننده کسی نبود جز فیاض زاهد، مشاور ارشد. شریعت مداری استعفا کرد، اما به جای اینکه به دادگاه برود، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی شد. در همین روزها بود که پرونده فساد 2 نفر از اعضای خانوادهش به دادگاه رفت. هادی رضوی داماد شریعت مداری و مدیر عامل هلدینگ فاطمی در پرونده فساد در بانک سرمایه به اتهام کسب 107 میلیارد تومان پول نامشروع به 20 سال زندان و ردمال محکوم شد. هادی رضوی همچنین متهم شده بود که با پول حاصل از فساد مالی سریال شهرزاد را ساخته که از قضا پسر محمد شریعت مداری با نام هنری امیر شریعت یکی از بازیگرانش بود.
در یک پرونده فساد دیگر موسوم به گروه جهانبانی، عمار صالحی خواهرزاده شریعت مداری به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به 10 سال زندان محکوم شد. یک بنز 650 میلیون تومانی در سال 92 آقای عمار از محل تحصیلات توسط جهانبانی براشون خریداری شده. عمار صالحی فرزند سرلشکر عطاالله صالحی است، فرمانده کل پیشین ارتش جمهوری اسلامی و مشاور فعلی فرمانده کل نیروهای مسلح. به رغم این افشاگری ها، شریعت مداری 4 سال سکاندار راندخیزترین وزارتخانه ایران باقی ماند و از طریق شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی شستا کرسی های مدیریتی و حقوق های نجومی را بین راندخاران اصلاح طلب و البته نزدیکانش توزیع کرد. همچنان که فیاض زاهد با مدرک دکترای تاریخ هم مشاور ارشد او بود، هم مشاور مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی متعلق به شستا. مثل که جمهوری اسلامی دستگاه چیز داره، پخمیاب داره. حالا با پیروزی پزشکیان، شریعت مداری نامزد پست‌های متعددی شد. تلاش او برای تصاحب وزارت نفت هم به دلیل بدنامیش ناکام بود، اما حالا در آستانه هدایت هلدینگ خلیج فارس قرار گرفته. در روزهایی که معامله‌های سیاسی فساد آلود داد بدنه وزارت نفت را در آورد. اما محمد شریعت مداری مفتخر به حمایت تمام قد خامنه است. گزینه امنیتی برای هلدینگی بزرگ در وزارت نفت که با 2 بحران پیش روست. یکی ناترازی و افزایش زنجیره‌ای قیمت حامل‌های سوخت و دیگری بازگشت قریب الوقوع سیاست فشار حداکثری ترامپ که فروش محصولات نفتی را هدف قرار خواهد داد. وقتی گوشت از یک گربه گرفته شده و قرار است در اختیار یک گربه دیگر قرار بگیرد. متصل به بیت، غرق در فساد و ران، مدیر تراز جمهوری اسلامی، مشتبه پور محسن، لندن. مهمان امشب ما محسن سازگارا، فعال سیاسی و عضو شورای مدیریت گذار از واشنگتن هستند. وقتتون بخیر جناب سازگارا. چطور محمد شریعت مداری در انتخابات رد صلاحیت، بعد برای چنین مقامی که سرمایه عظیمی زیر دستش انتخاب میشه؟ والا این فاسدین در جمهوری اسلامی مثل اصل بقای انرژی از بین نمیرن، فقط از حالتی به حالت دیگه تبدیل میشن. شده که از بهترین مثالای این عرض بنده همین آقای محمد شریعت مداری باشه که کارش رو از معاونت اطلاعاتی نخست وزیری خیلی جوان بود شروع کرد، بعد در دوره وزارت اطلاعات آقای رئیس شهری به وزارت اطلاعات رفت و در دوره آقای رفسنجانی از کسایی بود که اول دفعه پای وزارت اطلاعات رو به شرکت‌های تجاری باز کرد، ده‌ها شرکت درست کردن برای وزارت اطلاعات و بعداً هم سپاه هم همینطور، اینا از اونجا وارد فعالیت‌های اقتصادی شدن. و ایشون من یادم هست وقتی که آقای خاتمی به سفارش بیت رهبری ایشونو کرد وزیر بازرگانی و اول دفعه گوشت رو داد دست گربه، معاون ایشون برای من نقل میکرد که میگفت این وزیر حق باز ما هر روز ظهر وزارت خونه رو ول میکنه و میگه من باید نماز ظهرم رو به جماعت پشت سر آقا بخونم، میره بیت رهبری پیش خونه خامنه ای و نماز ظهر رو که یه تعداد محدودی هستن پشت سر آقای خامنه ای میخونه. یعنی یه همچین حقبازی که بعدها البته من شنیدم فسادهای اخلاقی و جنسی عدیدن داره که شرمم میاد اونها رو نقل کنم، به فسادهای مالی او هم اضافه شده و حالا باید به آقای پزشکیان گفت برادر کلاتو بذار بالاتر، یعنی تو که مدعی بودی میای با فساد مقابله میکنی، یکی از فاسدترین و بدنامترین آدمهای نظام جمهوری اسلامی رو فقط به سفارش بیت رهبری و نفوذی که داره و شبکه فسادی که داره و پشت سرش هم هست در رأس یکی از بزرگترین و سودآورترین بنگاه‌های اقتصادی کشور گذاشته. انتخاب محمد شریعت مداری با سوء سوابقی که داره تو این شرایط، آمدن ترامپ که احتمالاً فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی شکل میگیره، پیامدش چیه جناب سازگارا؟
والا ببینید این دوزایی که الان آلکاپونایی که باید گفت مثل همین محمد شریعت نداری که هر کدوم باند و دسته و شبکه و آدم کش و دزد و نمیدونم قاچاقچی دارن، اتفاقا در شرایط تحریمی گفت دزد پی بازار آشفته میگرده. اینا دیگه حساب کتاب عادی هم ازشون نمیکشن. و بعد دیدیم دیگه مثلا همین محصولات پتروشیمی در ترکیه شرکت درست میشه برای فروش محصولات، بعد چون معتقدم هستن دیگه حالا دارن یواشکی میفروشن، دیگه هیچ کم نمیپرسه اصلا به چه قیمتی فروختین، چی کار کردین، چقدر بود، چقدرش برگشت، چقدرش برنگشت. و اون وقت دزدای بزرگی مثل بابک زنجانی و دیگران از توش میان بیرون که به بهانه همین تحریم ها. بنابراین فکر میکنم گذاشتن آقای محمد شریعت مداری اتفاقا در دوره تشدید تحریم ها اگر آقای ترامپ بکنه این دزده رو دزدترش خواهد کرد و دستش بازتر خواهد شد، اگرچه مملکت زیان بیشتری میکنه و همین مقدار درآمد هم بله همین مقدار درآمد هم بر نمیگرد. سپاس از شما محسن سازگارا، فعال سیاسی و عضو شورای مدیریت گذار که امشب از واشنگتن همراه ما بودید. و ممنون از شما که با گزارش روز امشب همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. گفتگوی ما و گزارش مشتبه محسن. شبتون بخیر.